بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند سلام عرض میکنم خدمت عزیزان و سپاسگزارم از تشریف فرمایی ایشان. غزل شیرینی که از دیوان غزلیات سعدی خوانده شد، کام همه خسروان رو شیرین کرد. برای اینکه امشب هم بحث ما خالی از تلخی نیست، من هم ترجیح میدهم که اون غزل رو مکرر کنم و دوباره بخوانم تا مثل قند مکرر کام شریف شما رو شیرین تر کرده باشم و آنگاه وارد توبه و راه ثواب بشویم و ببینیم که سعدی شیرین سخن برای ما چه در انبان دارد که بگوید. این غزل غزل‌های ناب سعدی است و متفاوت با غزل‌های عاشقانه دیگری است که چه در دیوان سعدی و چه در حافظ یافت می‌شود. یک نوع حادثه ویژه واقعی رو بیان می‌کند که گویی کسانی رفتند و از سعدی شکایتی نزد معشوق او بردند. سعدی از این شکایت استقبال میکنه و میگوید که درد مرا پیش درمان بردند، من چرا شکایت داشته باشم، چرا شاکی باشم، عیب جویانم حکایت پیش جانان بردند، من خود این پیدا همی گویم که پنهان گفتند، عیب جویانم حکایت پیش جانان گفتند، من خود این پیدا همی گویم که پنهان گفتند. درد پنهانم نمی بینند و مهر سر به مهر، آنچه بر اجزای ظاهر دیدند آن گفتند. دشمنی کردند با من لیک از روی قیاس دوستی باشد، که دردم پیش درمان بردند، ذکر سودای زلیخا پیش یوسف کردند، حال سرگردانی آدم به رضوان گفتند. پیش از این گفتند سعدی دوست می دارد تو را، بیش از آنت دوست می دارم که ایشان گفتند. حال و هوای نیکوی این غزل رو در می یابید که چگونه سعدی روی دست شاکیان و ملامتگران می آید و سخن آنان رو به وجه بسیار لطیفی دفع می کند. خب به سخن خود بپردازیم، یا به قول ادیبان گذشته ما با سر سخن خود شویم. در باب نهم بوستان بودیم که تحت عنوان توبه و راه ثواب است. نوبت گذشته در مسئله توبه سخن گفتیم، در معنای گناه سخن گفتیم، در باب مفهوم شرم هم نکته هایی رو برای عزیزان آوردم و توضیح دادم که ترس از خداوند کار متوسطان است، اما شرم از خدا کردن کار اولیاء الهی و مقربان است، اونها که خداشناسترند و نسبت خدا و خلق رو بهتر درک میکنن، به جای اینکه از او بترسن سر تا پا واجد شرم میشوند و این شرمندگی برای اونها صد بار شدیدتر و گدازنده تر است از ترسیدن متعارف، اونچنان که آدمی از هر ارباب سختگیری ممکن است بترسد. نکته هایی رو از سعدی شنیدیم در باب بیوفایی دنیا و سن پیری و در رسیدن دوران پختگی و پیری و گذشتن عمر و پشت سر نهادن دوران جوانی و نکته هایی که سعدی از آنها استخراج کرده بود، آنها رو تکرار نمی کنم. اما می رسیم به نکته تازه‌ای که در این باب هست و نوبت گذشته فرصتی برای طرح آن نیافتیم و اون مسئله مرگ است، یعنی به پایان رسیدن عمر آدمی و بسته شدن دفتر زندگی. خب همه عزیزان به نیکی می دانند که از مهمترین حوادثی که در زندگی آدمی رخ می دهد و بلکه مهمترین آنها عبارت است از
پایان گرفتن عمر و مهر خاتمت نهادن بر زندگی و ترک یاران و ترک عادات مألوف کردن و رخت به سرای دیگر کشیدن. این حادثه اونقدر مهم است که همه بزرگان رو به فکر واداشته است و به طور کلی می توان گفت اگر کسی در این امر نظر نکند و تأمل نکند قطعا در دانایی او و در آگاهی او خللی و فتوری و قصوری هست. ممکن است که ما از سر بی‌اعتنایی خود را به ندانستن و نیندیشیدن بزنیم و گمان کنیم که از شجاعت ماست، اما این شجاعت نیست، این نوعی جهالت است که آدمی رو به گستاخی وامی دارد. یعنی اهمیت مسئله را چون درک نمی کند به اون نمی پردازد. به قول مولانا مثل موشی است که از گربه می ترسد اما از شیر نمی ترسد. موشی که از شیر نمی ترسد علامت شجاعت او نیست، علامت این است که شیر رو نمی شناسد. گربه باشد شهنه هر موش خوب، موش کبود تازه شیران ترسد. مهمترین کسی رو و موجودی رو که موش می شناسد گربه است و لذا زندگیش رو با او تنظیم می کند. جایی نرود که گربه باشد به چنگال او بیفتد، اما ممکنه در کنار موشان شیران زندگی کنه، حتی با دم شیر بازی کنه بدون اینکه از شیر بترسه. اینها شجاعت نیست، این ناآگاهی است، این جهالت است و این نشناختن حد خیشتن و موجودی است که در مقابل آدمی است. باز مثال دیگری که مولانا داره همان داستانی است که همه می‌دانید که روستایی گاو در آخر ببست، شیر جایش گاوش خورد و بر جایش نشست. گاوی رو در آخر بسته بود، شیر رفت و بیخبر از صاحب گاو، گاو رو خورد و بر جای او نشست. شب در تاریکی صاحب گاو به استبل رفته بود و میخواست که گاو رو بشوید، دست بر بدن شیر میکشید و نمیترسید و شیر در دل میگفتش که اگر احوال من واقف بودی زهره اش بدریدی و دل خون شدی. آنچنان گستاخ زان میخاردم کو در این شب گاو میپنداردم. فکر میکنه من گاوم، اگه میدانست شیرم اینطور نزدیک من نمیشد، اصلا زهرش میدرید. خب ما مواجهمون با بعضی امور همینطوره، با خداوند همینطوره، با مرگ همینطوره. چیزهایی که فوق العاده مهمن اما چون ما اهمیتشون رو در نمیابیم، مثل اون روستایی شیر رو گاو میپنداریم، دستمالی میکنیم چیزهایی رو که قابل دستمالی کردن نیستن، به حرمت در مقابلشون باید بایستیم، با تمام وجود باید درباره اونها فکر کنیم، خشیت نشان بدهیم، تأمل و مراقبه نشان بدهیم، شرم حاصل کنیم و از اونها نکته بیاموزیم و درس بگیریم. چند مقوله هست که این چنینه. یکیش مقوله مرگ است که چنان که پاره از فیلسوفان هم گفتن، ظاهراً آدمی تنها حیوان است که به مردن می اندیشد و این از فرقهای فارق ما با جانوران دیگر است و لذا کسی که خود را به غفلت می زند پاره از انسانیت خود را فراموش می کند یا به دور می افکند. خب این نکته اول که باید می گفتم. اما بحث این است که خب با این حادثه ما چگونه باید مواجهه بشیم یا از او چه بیاموزیم. ما شاعران و متفکران زیاد داشتیم و من مایلم که علاوه بر سعدی امشب در مقام مقایسه آراء اونها رو هم بیاورم تا یک بسته نسبتاً جامع و کاملی از نظریات این بزرگان داشته باشیم و اونگاه خودمون هم مجهز بشویم به اندیشه هایی که ما رو در مواجهه با این حادثه بزرگ یاری بکنه. در میان بزرگان ما دو کس، یکی خیام و دیگری مولوی، نسبت به این حادثه حساسیت بیشتری نشان دادن و از جوانب و ابعاد ویژه‌ای سخن گفتند که خواهم آورد.
سعدی هم به نوبه خود البته سخن گفته است. شاید سخنان سعدی ساده ترین اونها باشه و من میکوشم ابتدا از سعدی آغاز کنم و بعد به سراغ اون عزیزان و بزرگان دیگر برویم و ببینیم که چه دارن تا به ما بیاموزن. ببینید سعدی در همین باب نهم که در توبه و راه صواب است، در حقیقت از مرگ یاد میکنه، چندین داستان هم میاره، میخواهد به ما بیاموزد به دلیل اینکه ما فانی هستیم و زندگی فانی شونده است و دنیا فانی شونده است، لذا زندگانی چندان مقدار ندارد، یعنی خار است. برای خار نشان دادن این عالم و زندگی و عمر و بی مقدار نمودن تمام آنچه که ما تعلقات خیشتن میدانیم به مرگ متوسل می شود، چون همه چیز بر باد فنا رفتنی است. از همین امروز هم ما باید آنها را چنان ببینیم که گویی بر باد رفته است، که گویی فنا شده است. از همین امروز هم چنین بپنداریم که گویی رفته ایم و دیگر نیستیم و به این سبب چندان این دنیا رو جدی نگیریم، باری به هر جهت نظر کنیم. باری به هر جهت رو سعدی به کار نمی برد، اما مقتضا و مفاد سخن او این است که دنیا اونقدر ندارد که بر او رشک برند. جزء غزلیات سعدی است. اونقدر اهمیت نداره که ما سر دنیا حسد بورزیم، اینکه فلانی داره و من ندارم و اونگاه دچار اندوه بشم. دنیا اونقدر ندارد که بر او رشک برند یا وجود و عدمش را غم بیهوده خورند. ای که بر پشت زمینی، همه وقت آن تو نیست، دیگران در رحم مادر و پشت پدرند. اون که پا از سر نخوت ننهادی بر خاک، عاقبت خاک شد و خلق بر او میگذرند. و الی آخر اون غزل رو اگر بخوانید میبینید تماما دعوت به این معناست که ما از خاک برآمدیم، روزی هم در خاک فرو خواهیم رفت و چیزی که آغازش این است و انجامش آنه، خودش هم فی نفسه قیمت بیش از خاک نداره. جوش نباید زد، هرس نباید خورد، حسد نباید ورزید، اندوه نباید برد و آسان باید گرفت، سهل باید گرفت زندگی را، آسان گذران کار جهان گذران را. زیرا که جهان خواند، جهان یعنی جهنده، زیرا که جهان خواند خردمند جهان را. این که به اون جهان میگن جهان، یک استنباطی کرده است و اون که یعنی جهنده، یعنی میجهد، مثل برق میجهد و فانی میشود. آسان گذران کار جهان گذران را، زیرا که جهان خواند خردمند جهان را. پیش از تو جهان بوده است، آن کن که پس از تو گوین نکو بود ره و رسم فلان را. و امثال این. البته این دو بیت اخیر که خوندم از آن سعدی نیست، شاعری دیگر، به نظرم مال مسعود سعد سلمانه. خب این اندیشه و این تعلیم میان شاعران ما و ادیبان ما بسیار رایج بود. سعدی هم یکی از آنهاست، از وارثان این اندیشه است که به زبان فصیح و شیرین با ما اونها رو باز میگوید. خب یا در اون غزل دیگری که سعدی داره، حالا تا به مثنوی تا به بوستان برسیم، میگوید که خداوندان نعمت میتوانند که درویشان بیتاقت برانند، ولی که دور گیتی را وفا نیست، همان بهتر که قدر خود بدانند. از اینجا شروع میکنه، بعد میاد یه یکی بر تربتی فریاد میکرد که اینان پادشاهان جهانند. بگفتم تختهی برکنز گوری ببین تا پادشاه یا پاسبانند. بگفتا تخت برکندن چه حاجت، که میدانم که مشتی استخوانند. نصیحت داروی تلخ است و باید که چون جلاب در حلقت چکانند. چنین سقمونیای شکرآلود ز داروخانه سعدی ستانند. خب داروخانه سعدی به شما چی میده؟ این داروی تلخ شکرآلود رو میدهد. تلخ است مفادش و اندرونه او، اما در پوشش الفاظ شیرین
پوشانده شده است، اما بیوفایی دنیا رو به شما آموزش میدهد که وقتی که رفتیم فرقی بین پادشاه و پاسبان نمیماند. به گفتم تخته ای برکن زگوری، ببین تا پادشاه یا پاسبانن. به گفتا تخته برکندن چه حاجت، که میدانم که مشتی استخوانم. خب از این که همگان خاک میشوند، همگان به مشتی استخوان بدل میشوند، نتیجه میگیرد که جهان بیوفاست. خب وقتی که جهان بیوفاست، که درست هم هست، دست کم نتیجه اخلاقی که از او به دست می آید یا سعدی به دست می آورد این است که اغنیا، صاحبان قدرت، بر درویشان و بر فقرا جفا نکنند، درویشان بیتاقت رو نرانند، اونها رو طرد نکنند، رسیدگی کنند. و فقط هم بحث اغنیا و درویشان نیست، به طور کلی زندگی رو در نکوکاری به سر ببرند، چون دیر و زود به پایان خواهد آمد و درویش و غنی و پادشاه و درویش همه در یک ردیف خواهند بود. و گفت اون که پا از سر نخوت ننهادی بر خاک، عاقبت خاک شد و خلق بر او میگذرند، همه خاک میشوند و مردمان دیگر میآیند و از روی اونها میگذرند. خب این نکته است، یعنی توجه کردن به فانی بودن عمر. من یه وقتی با خودم فکر میکردم، خب ما برای اشیاء و برای حوادث لغت‌های زیادی داریم. یه وقتی فکر میکردم برای مردن اینقدر لغت زیاده در هر زبانی، چه به کنایه و چه به غیر کنایه، یعنی چه به دلالت به اصطلاح تزمونی، چه دلالت التزامی، چه دلالت حقیقی، که نشان میده که آدمیان چقدر به این حادثه فکر میکردن. و به خاطر اینکه وقتی از او خبر میدهند مستقیما خبر ندهند و دل کسی رو رنجیده نکنن، به کنایه از او یاد میکردن. شما حالا میتونید در بارش فکر، ساده ترینش همین مردنه، ولی خب ما درگذشتن هم میگیم، فلانی درگذشت، فلانی مرد. حالا نمیخوام بگم، مرحوم جلال آل احمد در نوشتاش هر وقت میخواد بگه فلانی مرد، میگه فلانی ترکید، ولی حالا ما این رو به کار در سخنان اصطلاح جدیمون به کار نمیبریم. مردن، مرد، درگذشت، رخت به سرای دیگر کشید، دار فانی رو وداع کرد، قالب تهی کرد، خرقه تهی کرد. حالا خودتون فکر کنید اونقدر در این زمینه و تو هر زبانی این چنین هست، شاید برای کمتر حادثه ای ما در زندگی این همه لغت داشته باشه. فرض کنید اسباب کشی، از منزلی به منزل دیگه میریم، دو سه تا کلمه بیشتر نداریم. فرض کنید درس خوندن، بالاخره درس خوندن، مدرسه رفتن، با حرف معلم نشستن، این چند تا بیشتر نیست. اما برای از دنیا رفتن اونقدر ما اصطلاح درست کردیم، خب به ملکوت اعلی پیوست، اینو دیگه برای حضرات عالی مقام میگن، افراد معمولی هم که خب معلومه که دربارشون چی میگن. این ببینید اهمیت موضوع رو میرسونه، یعنی نشون میده که یه جایگاه ویژه‌ای داره این حادثه در مغز و قلب ما، به او بسیار اندیشیدیم، از او زخم خوردیم، از او اثر پذیرفتیم، عکس العمل و واکنش های ویژه نشان میدیم. در زبان ما هم این تأثیرات آشکار شده، و که زبان ما آینه روان ماست، یعنی به خوبی حکایت از این میکند که در دل ما چه میگذرد. خب ببینید سعدی، همین که گفتم از بیوفایی دنیا، جدی نگرفتن دنیا رو میخواد نتیجه بگیره. من میخوام با سعدی در این باب در بپیچم، یعنی بگویم که احتمالاً این استنتاج منطقی نیست، اما اجازه بدید پاره از اشعار او رو بخوانیم، اون وقت وارد گفتگوی با سعدی عزیز بشیم. میگوید که یکی از داستانهایی که میاره اینه: میان دو تن دشمنی بود و جنگ، سر از کبر بر یکدیگر چون پلنگ، ز دیدار هم تا به حدی رمان، که بر هر دو تنگ آمدی آسمان. دو نفر با هم مخالف و دشمن بودند و از یکدیگر می‌رمیدند. یکی را اجل در سر آورد جیش، سر آمد بر او روزگاران عیش. یکی از این دو کس اجل او فراز آمد و روزگار عیشش
به سر آمد. همه اینا معنای مردنه. میبینید دیگه، اجل به سر آمدن، اجل روزگار عیش به پایان رسیدن، همه تعبیرات و کنایات خاصیست از مردن. بدندیش وی را درون شاد گشت، به گورش پس از مدتی برگذشت. اون دشمن خوشحال شد از مردن دشمن دیرین خود و پس از مدتی بر سر گور او رفت. شبستان گورش درندیده دید، که وقتی سرایش زرندوده دید. خانه زرندود او رو و کاخ مجللی رو که مسکن او بود قبلا دیده بود، اکنون رفت و گور خاکالود او رو میدید که از اون جلال و شکوه خبری نبود. خرامان به بالینش آمد فراز، همی گفت با خود لب از خنده باز. خوشا وقت مجموع اون کس که اوست، پس از مرگ دشمن در آغوش دوست. با کمال خرمی نشست و اند در دلش آب میشد. گفت خرما من، خوش به حال من که پس از مرگ بر سر گور دشمن آمدم و حال نزار او رو مشاهده میکنم. خب این رو میگفت و بعد ابتدا دشمنی او ظاهرا گل کرد و دست برد به خاک او و سر تاج برد و بعد میخواستش که بیچارگی او رو عیان‌تر ببینه، لذا خاک رو کنار زد. زروی عداوت به بازوی زور، یکی تخته برکندش از روی گور. از فرط دشمنی بخشهای خشتهای از گور او رو کند. سر تاجور دیدش در مغاک، دو چشم جهانبین شاکنده خاک. وجودش گرفتار زندان گور، تنش طعمه کرم و تاراج مور. چنان تنگ شاکنده خاک استخوان، که از آج بر توتیا سرمدان. من اینا رو معنا نمی کنم، معناش روشنه. وقتی تخته از گور او برکند و احوال نزار او و جسد پوسیده و گندیده او رو دید، ناگهان بر او رحمت غلبه کرد. چنانش بر او رحمت آمد ز دل، که بسرشت بر خاکش از گریه گل و بعد هم گریست بر دشمن خود. پشیمان شد از کرده و خوی زشت، بفرمود بر سنگ گورش نبشت. مکن شادمانی به مرگ کسی، که دهرت نماند پس از وی بسی. عبرتی گرفت، دل او پرپند شد و رنجید خاطر شد از گستاخی که در نبش قبر او کرده و در دیدن حال نزار او و از خوشحالی که بر مرگ او ورزیده. قبر او رو پوشاند و سنگ قبری بر او افکند و بر روی او این نصیحت رو نوشت که مکن شادمانی به مرگ کسی، که دهرت نماند پس از وی بسی. خودتو هم پس از او چندان نخواهی ماند، لذا بر مرگ کسی شادمانی مکن. این تعلیم رو سعدی در جای دیگر هم داره: ای دوست بر جنازه دشمن چو بگذری، شادی مکن که بر تو همین ماجرا رود. اینا پندهای نیکویست، اینا درسهای نیکویست که آدمی نه تنها به مرگ دشمن شادی نکنه، بلکه از مرگ دشمن عبرت بگیره، که روزگاری همین حادثه برای او هم رخ خواهد داد. ولذا فنای عالم رو نه برای دیگران بلکه برای خود هم ببیند و بیاندیشد. مرگ برای همسایه نیست، برای همگان است. خب قصه دیگری رو باز بخوانم از سعدی براتون. میگوید که شبی خفته بودم به عزم سفر، پی کاروانی گرفتم سحر. برآمد یکی سهمگین باد و گرد، که بر چشم مردم جهان تیره کرد. آماده سفر بودیم، کاروان میخواست حرکت کنه، ناگهان طوفان تندی وزید. زمین ها هم که در اون موقع اسفالت که نبود، خاکی برخاست و فضا رو و هوا رو تیره کرد. به رهبر یکی دختر خانه بود، به معجر غبار از پدر میزدود. در میان ما کاروانیان پدری بود و دختری. دختر آمد جلو و با روسریش، با معجرش، خاک رو از چشم پدرش پاک میکرد. پدر گفتش ای نازنین چهره من، که داری دلا شفته مهر من. دختر مهربان من، نه چندان نشیند در این دیده خاک، که بازش به معجر توان کرد پاک.
در این چشم عاقبت اونقدر خاک خواهد نشست که با روسری تو دیگه پاک شدنی نیست. نهایتش اینه، اکنون پاک میکنی ولی عاقبت امر این است. بر این خاک چندان صبا بگذرد که هر ذره از ما به جایی برد. خبرداری ای استخوانی قفس که جان تو مرغیست نامش نفس. نگه دار فرصت که عالم دمیست، دمی پیش دانا به هز عالمیست. خب این هم یک عبرت دیگری که باید گرفت. در حقیقت سعدی در اینجا میخواد به ما بیاموزد که از هر چه که به دست میآوری بیندیش که اون رو روزی از دست خواهی داد. خیلی نکته مهم میستی، ولو اینکه اندامهای ما باشه. حالا به ثروتها و متعلقات دیگری که گردآوری میکنیم هیچ، اگر چشم است، اگر دست است، اگر گوش است، اگر توانایی های مغزی است، همه اینا از میان خواهد رفت. اگر مال است، اگر خانه است، اگر همسر است، همه رفتنی است. لذا در نهج البلاغه خطبه ای دارن مولا علی، اونجا در واقع میشه گفت با یک روحیه بدبینانه ای در باب عالم ایشون سخن میگه. معلوم است که نوعی اندوه بر ذهنش غلبه کرده. یکی از جملات این است، میگه ان قیل اقنا قیل اکدا. وقتی که میگوین فلانی پولدار شد، شخص دنیاشناس نمیشنود که فلانی پولدار شد، اینجوری میشنوه که فلانی گدا شد. یعنی درآمدنها رو که میشنود رفتنش رو میبیند، میگوید روزی هم از دست خواهد داد. لذا نگو دارا شد، بگو گدا شد، چون اون هم خواهد رسید. باطن دارایی گدایی است. سعدی در اینجا در واقع همین رو میگه. میگه این پدر به دخترش گفت دختر من، آره امروز از چشم من خاک رو پاک میکنی، ولی روزی خواهد رسید که به هیچ تدبیری این خاک رو نمیتوان پاک کرد. این کاسه چشم پر از خاک خواهد شد. اجل ناگهت بکسلاند رکیب، انان باز نتوان گرفت از نشیب. خب باز قصه دیگری رو بخونیم. قصه های ساده ایه، یعنی قصه نیست اصلا، یک حادثه خیلی کوچکی است که سعدی برگرفته و از اون میخواد درس بگیره و به ما بیاموزه. قصه ساده دیگرش اینه، ز عهد پدر یادم آمد همی که باران رحمت بر او هر دمی، که در خردیم لوح و دفتر خرید، ز بهرم یکی خاتم زر خرید. از کودکی به یاد دارم که پدرم برام دفتر خرید، لوح خرید. در گذشته ها می دانید معمولا دفترهای کاغذی نبود، لوح بود، فلزی بود، اغنیا لوح های سیمین داشتن، فرزندانشون بر آنها می نوشتن و بعد مشقشون رو به آب می شستن و دوباره اون رو به کار می بردن. می گوید که پدرم به اصطلاح نوشت افزار لوازم و تحریر برام خرید، علاوه بر آنها برای من یک انگشتری زر هم خرید، زبهرم یکی خاتم زر خرید. به در کرد ناگه یکی مشتری، به خرمایی از دستم انگشتری. کوچک بودم، کسی گولم زد، من یه خرما داد به من، این انگشتری طلا رو از من گرفت و برد. چو انگشتری چو نشناسد انگشتری، طفل خرد به شیرینی از وی توانند برد. تو هم قیمت عمر نشناختی، که در عیش شیرین برانداختی. این نتیجه گیریه جناب سعدی است. عمری رو که نمیشناختی، قدرش رو نمیدونی، با شیرینی ها میتوانند از دست تو برو باین. همونطور که با یک خرما انگشتری طلا رو از من در کودکی رو بودن. خب حالا فراوان دیگه از این گونه سخنان سعدی. آیا واقعا میتوان نتیجه گرفت در این که آدمی باید اذعان کند به بیوفایی دنیا، به معنای اینکه برای هیچ کس پایدار نمیماند، هیچ چیز برای هیچ کس پایدار نمیماند؟ این حرف درسته. در اینکه توجه به این مطلب موجب علاج پاره ای از دردهای روحی، یعنی بیماریهای روحی است، هم نکته درستی است. همین حسد بردن، همین با دیگران بر سر طعمه دنیا نزاع کردن،
کینه های پاک نشدنی از دیگران به دل گرفتن، فخر فروختن، بیش از حد لازم به بعضی از امور حقیر اهمیت دادن، اینا خیلی مهمه. وقتی که آدم ناپایداری دنیا و ناپایداری عمر رو میدونه، بسیاری از این چیزها بر دلش راحت میشه. غم‌ها مخصوصا در وقتی که آدمی محبوس زندان غمه، اگر متفتن به این معنا باشد که این خواهد گذشت، آسان میشه برای او غم. خیلی راه ها وجود داره برای اینکه آدم بار اندوه رو سبک کنه. یکیش تفتن به این معناست که گذراست، ناچار این فرو خواهد نشست و از میان خواهد رفت. چون در اون هنگام آدمی فکر میکنه تمام عالم و آدم، آسمان و زمین به هم برآمدن تا او رو بفشارند و او هرگز از این قفل و زندان و فشار رهایی پیدا نخواهد کرد. اما در همون حال اگر یک کسی تلنگری بزنه و با او بگوید که به زودی همه این قفلها باز خواهد شد و زمان پیش خواهد رفت و تو در بر یک حال نخواهی ماند و بلکه روزگاری میرسد که نه خود تو بلکه همگان این امر رو فراموش کردن، اون موقع قصه برای او آسانتر خواهد شد. حرفایی که مردم میزنن، این مخصوصا برای زمانه ما مهمه، چون ما در زمانه زندگی میکنیم که حرف آدمیان زود به گوش آدمی میرسه. در گذشته ممکن بود یک کسی مثلا پشت سر من غیبتی بکنه، سخن ناروایی بگه. خب آیا به گوش من برسه، آیا به گوش من نرسه، اهمیتی داشته و نداشته؟ ولی امروز اینطوری نیست. یک کسی یه سخنی رو که میگه به صد زمان در صد جا میتونه این رو مطرح بکنه، به صدای بلند، به صدای آهسته، از طریق نوشته، از طریق گفته، از طریق پیغام، از و این رو به گوش شما برسونه. و این سخنان ناروا و این زخم زبانها در حکم زهرن واقع، یعنی روح آدمی رو مسموم میکنن. روزگار ما علل خصوص چنین وضعی رو داره. چه راهی وجود داره برای اینکه انسان در تحملش در مقابل این بارهای سنگین بیشتر بشه؟ همین که اینا گذراست. یعنی روزگاری میرسد که هیچ کس، چه اونهایی که میگویند چه اونهایی که میشنوند، همشون از میان رفته. اینکه آدمی قصه بخوره، ای داد آبروی من رفت، به قول سعدی در همون ابیات، ای برادر که نه محسود بماند نه حسود، نه اون که حسد میبرد به شما، نه اون که به او حسد میبرند، هیچ کدوم پایدار نیستند. این یک پادزهر بسیار مهمی است. اعتقاد به ناپایداری این عالم. بنشین بر لب جوی و گذر عمر ببین، که این اشارت به جهان گذران ما را بس. بهترین مثال و تمثیل و اشارت به جهان گذران چیه؟ که یک جوی جاری است. یعنی این آب هیچگاه در یک نقطه نمی پاید. اکنون در این لحظه قطراتی از آب مقابل چشم شماست، لحظه دیگه آب دیگریست، لحظه دیگه آب دیگریست. گشت مبدل آب اینجو چند بار، عکس ماه و عکس اختر برقرار. این چیز خوبیست. یعنی اگر در زندگی فردی و در خصائل فردی و رذائل فردی نظر کنیم، این میتواند درس آموز باشه. بار زندگی رو بر آدمی سبک کنه. ما خیلی جاها و خیلی وقتا دنبال این هستیم که بار زندگی رو سبک کنیم دیگه. یکی از دلایلی که ما کنار هم می‌نشینیم و اینجا همدیگر می‌بینیم برای این است که برای مدت کوتاهی دشواری‌ها رو فراموش بکنیم، موقتاً بالاخره فضامون رو عوض بکنیم، احوال روحیه دیگری پیدا کنیم، تفریحاتی که میکنیم، ورزشی که میکنیم، چنین و چنان. یکیش هم اینه که حقیقت این عالم رو، حقیقت عمر رو و حقیقت زندگی رو بشناسیم. حقیقت زندگی رو بشناسیم، اون وقت بار زندگی رو بر ما سبک میکنه. من خودم، حالا این رو به تجربه خدمت شما عرض می‌کنم، خب من از این قوقاها در اطرافم بسیار زیاده. واقعا اگر این تعلیمات نبود، من صد بار خرد شده بودم. همین که میگذرد تمام میشه، همه از یادشون میره، چه اونایی که میگن، چه اونایی که میشتبن، چه اونایی که اهمیت میدن، چه اونایی که اهمیت نمیدن. و خود منم با حافظه‌ام چنان کردم که اونها رو نگیره، نگه نداره، و
و پس بزنه و به جای اون از چیزهای دیگری پر بشه و سبک میکنه آدم بار زندگیش. والا اگر قرار باشه که اهمیت بده به این حرفا که ای وای چه شد، چه گفتن، چه کردن، چه قوقایی برانگیختن، و من دیدم افرادی رو که بیمار شدن در اثر اینها، سلامتشون رو از دست دادن. قصه رو میخوندم از یکی از علما در یکی از دهات اطراف اصفهان. یه دهی در اطراف اصفهان به نظرم ده گز، این قصه مال حدود 100 سال پیشه، داستانش رو در یکی از مجلات قم نوشته بودن. دهی که مثلا در اون موقع شاید 2000 یا شاید هم کمتر جمعیت داشت. کسی از علمای اون ده فوت میکنه، مجلس ترحیمی برای او میگیرند، دیگر روحانیون و علمای ده هم در اون مجلس ترحیم شرکت میکنند. یکی از این علما که خودش رو از دیگر علما تو دل خودش البته بالاتر میتونسته، ایشون هم اونجا در مجلس بوده، واعظ بر سر منبر وقتی که وعظش تمام میشه نام علمایی رو که در مجلس آمده بودن به احترام یاد میکنه و از طرف صاحب عزا از اونها تشکر میکنه، رسمی که امروزه هم جاریست. کسی که در اون مجلس بود خودش این نکته رو آورده بود و در اون مجله نوشته بودن، میگفت نام این عالمی که خودش رو برتر از دیگران میدونست اول آورده نشود، دوم آورده شد. اول آقای الف، بعدن آقای ب. خب مجلس تمام شد و همه اومدن بیرون، میگفت که من دیدم که چهره این آقا چبود و سیاهه. رفتم به او گفتم که آقا من از طب قدیم یه چیزایی بلدم، شما احوالتون اصلا خوب نیست، من به شما توصیه میکنم حجامت بکنید، خونی بگیرید و الا احتمال سکته قلبی هست. و میگفت فرداشون سکته کرد و از دنیا رفت. ببینید این میشه، این میشه، یعنی آدمی میتواند، اولا این جزء اوهامه که من از اون بالاترم، اون از من بالا پایینتره، این اینا یعنی چی؟ مثلا یعنی چی؟ دوم این که مرد بزرگوار، شما به مجلس ترحیم اومدی، اصلا مجلس مرگ یک نفره، باید عبرت بگیری که همه ما رفتنی هستیم. تو در اونجا هم هنوز فراموش نکردی حتی موقتاً که این اوهام رو کنار بگذاری، این تخیلات رو، این اندیشه های باطل و واهی رو کنار بذاری، خودت رو هم قد دیگران بدونی. همون که سعدی گفت که پادشاه و پاسبان دیگه بعد از مرگ یکی هم، عالم روحانی جلیل المقدار با اون بازاری حقیر المقدار اینا یکی میشن. هنوز اینجا هم این مقدار عبرت نمیگیره. و بعدم شما ببینید خدا رحم کنه واقعا فشار این مسئله برای این آدم چقدر بوده که بالاخره به مرگش منتهی شده. و من به شما عرض بکنم بسیاری از مسائل این عالم بر این مدارها میگرده، بر این مدارها میگرده. و اذعان به ناپایداری عمر، و این ناپایداری عمر معنیش این نیستش که 70 یا 80 سال عمر میکنه، ممکنه همین امشب تمام بشه. ما یه معلم، ببخشید سخنانم امشب تلخه ولی خب عیبی هم نداره، گفت چنین سقمونی های شکرآلود داروخانه سعدی ستانند. معلم اخلاقی داشتیم همیشه این شعر رو برام میخوند، میگفتش که یک امروز است ما را نقد ایام، بران هم اعتمادی نیست تا شام. همین یه امروز معلوم هم نیست به شب برسه. لذا بحث این نیستش که 10 سال بعد و 20 سال بعد، هیچ کسی خبر نداره، اعتماد و اعتباری نداره. وقت این چیزها رو اینقدر جدی گرفتن حقیقتا موجب عبرت است، یعنی آدم باید تعجب بکنه که چرا باید این چنین باشه. خب میخواستم بگم که وقتی که قصه مرگ رو و درگذشت رو و بیوفایی دنیا رو روی خصلت‌های فردی پیاده میکنیم، به اصطلاح خوب جواب میده، میتونه ما رو از خیلی امور نالازم، مضر، بیماریزا، مخرب، مخرب نفس آدمی و مخل کمال آدمی نجات بده. بسیار نیکوست. اما و هزار اما،
اگر این قصه رو منطبق کنیم بر در سطح اجتماع، یعنی نگاه جمعی به او داشته باشیم نه نگاه فردی، اون موقع داوری ما و نتیجه گیری ما فرق میکنه، یعنی باید فرق بکنه. ببینید، از بیمقدار بودن و بیمقدار شمردن دنیا ما چی باید بفهمیم؟ یعنی دنیا رو جدی نگیریم. معناش میشود یک جور زندگی صوفیانه بسیار افراطی که رضایت به خرابی این عالم بدیم. من در دو دانشگاه بودم، این مثال رو اول بزنم. دانشگاه هاروارد بودم، بعد پرینستون. هر ساله شاید شما هم خبر داشته باشید، یک روزی هست که علمنای، یعنی فارغ التحصیلان این دانشگاه ها میان مقدار زیادی دونیشن میکنن به دانشگاه، برای اینکه دانشگاه توسعه و ترقی بیشتری داشته باشه. اون سالی که من پرینستون بودم، سال 2002-2003 بود، شنیدم که افراد آمده بودن حدود 500 میلیون دلار اینها دونیشن کردن به دانشگاه. دانشگاه خصوصی درآمدهای زیادی دارن، یکیش هم از همین طریقه. بالاخره فارغ التحصیلان این دانشگاه ها به جاه و جلالی میرسن، شغل های خوبی پیدا میکنن اینجا در آمریکا و جاهای دیگه، و بعد میتوانن چنین کمک هایی بکنن. خب یه رسمی است. من با خودم میاندیشیدم که خب این رسمی خوبیه، ولی معناش چیه؟ معناش این است که این مدرسه‌ای که من از او فارغ التحصیل شدم، دوست دارم این مدرسه پایدار بمانه و کسانی مثل من هم فرصت تحصیل در اونجا داشته باشن، اونها هم به اینجا بیان و بعد بیرون بروند و این سنت و عمر این مدرسه پایدار بمونه. عمر من به منزل فارغ التحصیل پایدار نیست، من میرم، اما مدرسه به منزل یک مدرسه، یک بنیان، یک نهاد و پایدار بمونه. اگر ما از ناپایداری دنیا این نتیجه رو بگیریم که به هیچی محل نباید گذاشت، همه چیز ناپایداره، دنیا پس مرگ ما چه دریا چه سراب، ما که زندگیمونو کردیم و رفتیم، بعد از ما دنیا آبادان یا ویران فرقی نمی‌کنه. این خیلی اندیشه بدیست، این همون چیزیست که به توسعه راه نمی‌دهد. ببینید، شما حتی مسافرخانه هم که میسازید، درست مسافرها میان و میرن، اما مسافرخونه باید برپا باشه. نه، مسافران آینده هم که میان، اونا هم باید جای خوبی برای اقامت داشته باشن، همون اقامت موقت. این دنیا رو فرض کنیم مسافرخانه، بله ما هم مسافریم، فرض کنیم مهمانخانه، ما هم مهمانیم و میریم. آیا این مهمانخانه نباید برای مهمونای بعدی تمیز باشه، برپا باشه، سرپا باشه، مهیا باشه و به اونها خدمت کنه؟ این اون مقالطه ایست که در اینجاها صورت گرفته و به گمان من باید بین این دو وجه فردی و جمعی تفکیکی کرد. دنیا رو فرو بنهید تا خراب بشه، من که از دنیا میرم حالا چه اهمیتی داره که به خونه خودم برسم، به زندگی خودم برسم، به نسل بعد خودم برسم، فکر طبیعت برای نسل‌های بعد باشم؟ این بسیار اندیشه زهراگی نیست. من ممکنه در مورد رذایل شخصی خودم و پاره از اموری که بهتر از غم اونها رو نخورم به اندیشه فنای دنیا بیاندیشم. این بسیار نیکوس و چنان که گفتم حقیقتاً بار این زندگی پرقوخا رو سبکتر خواهد کرد. اما وقتی که به حرکت و به حیات جمعی می اندیشیم، البته جور دیگه ای باید فکر بکنیم. بذارید حالا من قصه دیگری را از سعدی در همینجا بخوانم براتون. می گوید که قصه رو پیدا کنم برای شما. کسی بود که بله، یکی پارسا سیرت حق پرست، فتادش یکی خشت زرین به دست. مرد پارسایی بود، زندگی چندان مجللی نداشت، از قضا یک خشت طلا پیدا کرد. سر هوشمندش چنان خیره کرد که سودا دل روشنش تیره کرد. همه شب در اندیشه
که این گنج و مال در او تازیم، یعنی تا وقتی زنده ام، ره نیابد زوال. گفت عجب گنجی یافتم، گنج بی زوال. دیگر قامت عجزم از بهر خواست، نباید بر کس دوتا کرد و راست. گفت دیگه از این به بعد از کسی خواهش نخواهم کرد، کمرم رو خم نخواهد کرد برای تقاضا کردن از کسی. سرایی کنم پای بستش رخام، رخام یعنی مرمر، خانه خواهم ساخت از مرمر. درختان سقفش همه عود خام. ببینید چه خیالا میکرد. یکی حجره خاص از پی دوستان، در حجره اندر سرا دوستان. یک اتاق مجلل خاصی هم برای دوستان و برای ضیافت فراهم میکنم که رفیقانم به اونجا بیان. بفرسودم از رقعه بر رقعه دوخت، تف دیگدان چشم و مغزم بسود. چقدر وصله بزنم به لباسای خودم، بفرسودم چقدر برم پای دیگ و پای آتش و پای زغال وایستم. چشمام کور شد دیگه، اینا تموم شد با پیدا کردن این خشت طلا، این بساط تمام شد، غنی شدم و کار دیگری و نحوه دیگری زندگی خواهم کرد. بفرسودم از رقعه بر رقعه دوخ، تف دیگدان چشم و مغزم بسوخت. دیگر زیر دستان پزندم خورش، از این به بعد غلام و کنیز با هم دای زیر دستانی که اونها برای من غذا خواهند پخت. براحت دهم روح را پرورش، آسوده زندگی میکنم. به سختی بکشتی نمد بسترم، روم زین سپس عبقری گسترم. روی نمد خوابیدن تمام بدن من فرسوده شد، میرم از این به بعد روی جامعه اطلس میخوابم. خیالش خرف کرد و کالیوه رنگ، به مغزش فرو برد خرچنگ چنگ. خب به دنبال این خیالات پارسایی از او رخت بربست. فراغ مناجات و رازش نماند، خور و خواب و ذکر و نمازش نماند. فردا بلند شد رفت به صحرا. به صحرا برآمد سر از عشوه مست، که جایی نبودش قرار نشست. به صحرا که رفت دید که یکی بر سر گور گل می سرشت، که حاصل کند زان گل گور خشت. میخواست خشت بسازه و اون خشت رو به منزله لحد در گور به کار ببره. همین که این رو دید به اندیشه لختی فرو رفت پیر، که ای نفس کوته نظر پند گیر. چه بندی در این خشت زرین دلت، که یک روز خشتی کنند از گلت. همین که اون رو دید به خودش گفت که به این خشت زرین دل نبند، که عاقبت خشت خواهی شد. تو غافل در اندیشه ی سود و مال، که سرمایه ی عمر شد پایمال. من میخوام بگم این نتیجه گیری سعدی است که چندان با او من موافق نیستم، چندان خرد پسند نیست. بله حرص دنیا نزدن اینا همه حرفای درست نیست، اما اینکه انسان یه روز بره گورستان بعد بیاد از زندگی سیر بشه، بگه آخرش که اینه، نه دیگه به خودم میرسم، نه منزلم رو نو میکنم، نه به دوستانم میرسم، این حرف درستی نیست. این یک نوع خودخواهی هم در او دیده می شود، یعنی خیشتن رو آسوده کردن. بسیار خوب، ما سبک باری رو برای چی می خواهیم؟ برای خدمت کردن به دیگران. آدم گرانبار نمی تواند کار برای دیگری بکنه، اونچنان بار بر دوش خودش نهاده که له میشه. حد اکثر توانش رو باید به کار ببره که این بارا رو تا از دوشش برداره. اما وقتی که برداشت و سبک بار شد، خب ما سبک باری رو برای چی میخواییم؟ انرژی رو برای چی میخواییم؟ برای اینکه کار نیکی بکنیم. به اینجا باید منتهی بشود که نگفته که خشت طلا رو ببرم به کسی بدم، نگفته سعدی این رو. من نمیگم این در مغزش نگذشته، ولی دست کم در زبان نیاورده، بر قلم نیاورده. بسیار خوب، ما عاقبت خشت خواهیم شد، عاقبت خاک خواهیم شد، کسی منکر این نیست. حالا این خشت طلا من چیکار کنم؟ دور بندازم؟ خب بالاخره خشت طلاست، با اون چه کاری کرد؟ حالا نگید خشت طلا، ما هر یکیمون هزاران خشت طلا خود به ما داده. این چشم بهتر از هزاران خشت طلاست. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه اگر یک کسی بیاد به شما بگه که 10 تا خشت طلا به شما میدم، دو تا چشمتو درار به من بده، کارو میکنید شما؟ خب نمیکنید دیگه. گفتن یک کسی رفته بود پیش یک حکیمی، گفته بود که من هیچی ندارم، یه سرمایه‌ای به من بده کار کنم. گفت باشه بهت میدم، ولی تو خیلی سرمایه داری. گفت چی؟ من چیزی ندارم. گفت چرا؟
چشماتو به من بده، من 10,000 دینار بهت میدم. دستاتو بده، من 10,000. گفت نه نمیدم. اونا همه سرمایه است دیگه. برو، دست داری، مغز داری، چشم داری، پا داری، عمر داری، وقت داری، کار کن دیگه. واقعا ما گاهی فراموش میکنیم که ما آدمای غنی هستیم، ما توانگریم. مثل کسی که روی گنج نشسته و نمیدونه که گنج داره و این خاک رو پس بزنه روی گنج. سعدی این رو به ما نمیگه و من میخوام همین رو اینجا خدمت شما بگم. ببینید، از بیوفایی دنیا زیاد سخن گفتن، اما چه نتیجهی بگیریم خیلی مهمه. نتیجهی که بگیریم اگر این است که خیشتن رو سبک بار کنیم تا آماده خدمت گذاری بشیم، بسیار عالی است. و این خدمت گذاری هم فقط عبادت و شب زنده‌داری نیست، اونم یک نوعشه، ولی ما انواع دیگری از خدمت گذاری داریم. نوبت گذشته خدمت شما گفتم که این باب که باب توبه است و سعدی باز بحث از توبه خوب آورده، اما یک نکته را نگفته و اون که بنابر آنچه که از پیامبر گرامی رسیده است، کار نیک کردن توبه از کار بد است. یعنی برای اینکه کار بد شما پاک بشه، کار خوب بکنید. یک نوع از توبه پشیمانی است که آدمی در دل از کار خطا پشیمان بشه. لازم هم نیست جایی فریاد برآورد یا به کسی بگوید یا گریه به صدای بلند بکنه، هیچ کدام. به قول سنت آگوستین گفتم براتون، گفت یک بار یک کتابی داره اصلا به نام اعترافات که نقل کرده دورانی رو که در قفلت گذرونده، خیلی کتاب مؤثری است. میگوید که یک بار در خلوت گریه میکردم، فریاد میزدم، تضرع میکردم، به من الهام شد. خداوند به من گفت که من برای شنیدن صدای تو احتیاج به فریاد زدن تو ندارم. من میدونم تو چی میخوای بگی، ولی تو برای شنیدن صدای من به سکوت احتیاج داری. تو در سکوت به سر ببری، الهام من به تو بهتر میرسه. و واقعا همینطور. کار نیک یکیش در خلوت با خداوند مناجات کردنه و ما فصل بعد که مناجاته انشاءالله به او خواهیم رسید و من به شرح بیشتری خواهم گفت. اما یکی دیگرش کار نیک کردن است. ان الحسنات یذهبن السیئات، حسنه موجب پاک شدن سیئات می شود. اینو فراموش نکنید. این رو معمولا علمای اخلاق ذکر نمی کنند. به دنبال یک کار بد بکوشید تا کارهای نیک بکنید. اون خطای شما رو تصحیح خواهد کرد، دل شما رو هم آرام خواهد کرد. خب در بقیت وقت من، خب اینجا سخنمون با از سعدی به درازا کشید، خب حقش هم همین بود، اما اجازه بدید من نکات دیگری رو هم بگم. قبل از اون یک قصه قشنگی از سعدی براتون بخونم تا برم سراغ حافظ. میگوید که یکی مال مردم به تلبیس خورد، چو برخواست لعنت بر ابلیس کرد. مال مردم خورد و بعدش که بلند شد گفت لعنت خدا بر شیطان. بعد ابلیس در صورت یک آدمی مصور شد، مجسم شد، اومد جلوی راه او، گفت تو را با من است این فلان آشتی، به جنگم چرا گردن افراشتی؟ تو که دست تو دست منه، تو که خودت یه پا ابلیسی، برای چی منو لعنت میکنی؟ اینم نکته ایست حقیقتا. ماها یه وقت باید خودمون رو لعنت کنیم، ببخشید چرا شیطان رو لعنت میکنیم؟ مولوی قصه قشنگتری داره که میگه کسی یه گناهی کرد، بعد لعنت بر ابلیس کرد، ابلیس برای ظاهر شد و والا این گناهی که ذکره به فکر من نرسیده، تو از من ابلیستری، وقت من رو لعنت میکنی. یکی مال مردم به تلبیس خورد، مال مردم خور بود، چو برخواست لعنت بر ابلیس کرد. چنین گفت ابلیسش اندر رهی، که هرگز ندیدم چنین ابلهی. تو را با من است ای فلان آشتی، به جنگم چرا گردن افراشتی؟ تو که با من آشتی، ما که با هم نداریم به قول معروف دیگه، برای چی به من دشنام میدی؟ دریغ از فرموده دیو زشت، که دست ملک بر تو خواهد نوشت. خب ببینید، از اینکه عمر فانی است دو گونه نتیجه گیری شده. یکیش همینی که از سعدی خوندیم و من هم از یه حیث تأیید کردم و از یک حیث هم نه و شرحش آوردم. اما ما یه خیام داریم که درست عکس این نتیجه گیری کرده. اگر اون ابیاتی که به خیام نسبت میدهم از آن او باشه،
بیش از 200 رباعی به خیام نسبت میدن. احتمالاً اونها که مسلماً از آن خیام بیش از 30 رباعی نباشه. و این قصه خیام نیست فقط. در ادبیات فارسی ما رباعی های سرگردان بسیار زیاد داریم. در همین دیوان شمس تعداد زیادی رباعی به نام مولانا ثبت شده که خیلی از اونها از مولانا نیست. اونایی که با سبک مولانا آشنان میتوانن به راحتی داوری کنن. جنگ های بسیاری که از قدیم پیدا شده نشان میدهد که خیلی از اون رباعیات پیش از مولانا بوده و در دیوان مولانا به نام او آورده. خیلی ها شعرهایی که میسرودن نه اینکه خواننده پیدا نمیکرد، به نام دیگران ثبت میکردن که اقلا خوانده بشه. این فقط هم مال گذشته نبوده، امروزه هم دیدیم دیگه. من اینقدر شعرهایی برام میفرستن دوستان ما که بگو این مال مولانا هست یا نه، توی فیسبوک، توی تلگرام به نام مولانا، چه یاوه ها، چه شعر سست و باطلی، و یه دم واقعا باور میکنن. در گذشته هم این کار رو میکردن. به هر صورت در مورد خیام ما اطمینان نداریم. در خیام، خب خیام رو ما میشناسیم، یه مرد حکیم بوده 100%، انسان نسبتاً غنی هم بوده. در احوالش نوشتن که خلال دندونش طلا بود، با خلال دندون طلا بعد از قضا دندونهاش رو پاک میکرد. حتی وقتی که از دنیا رفت، کتابی رو که میخوند که برهم نهاده بود، در لای کتاب یک خلال دندان طلا بود، کتاب بوعلی سینا رو ظاهرن میخوند. خب نزدیک به دربار سلطان هم بود، منجم رسمی دربار سلطنت بود، حکیم بود، ریاضیدان بود، مرد فوق العاده‌ای بود. پاره ای از رباعی‌های خیام انصافاً به این موقعیت فکری و شخصیتی خیام میخوره. آنان که محیط فضل و آداب شدن، در جمع کمال شمع اصحاب شدن، ره زین شب تاریک نبردن به روز، گفتن فسانه ای و در خواب شدن. این خیلی خیاموار، این حرف حکیمانه است که همه حکیمان نهایتاً گویی که افسانه‌ای گفتن و با افسانه خودشون خوابشون برد. ره زین شب تاریک نبردن به روز، گفتن فسانه‌ای و در خواب شدن. خب یه تعدادم از این رباعیات در وصف می است. همه تو شنیدید دیگه، می خور که ز دل کثرت و قلت ببرد، اندیشه 72 ملت ببرد، پرهیز مکن ز کیمیایی که از او یک جرعه خوری هزار علت ببرد. خیلی خوب، اینم از اونها که ما نمیدونیم اینها از آن خیام هستن. اما تعداد زیادی از رباعیات خیام مربوط به همین گذرا بودن عمر، پایان پذیر بودن و چی؟ دم رو غنیمت دانستن. اینه دیگه، ای دوست بیا تا غم فردا نخوریم، وین یک دم عمر را غنیمت شمریم، فردا که از این دیر کهن در گذریم، با 7000 سالگان سر به سریم. معتقد بودند که از زمانی که دنیا رو خدا آفریده تا زمان پیامبر اسلام 6000 سال بوده و معتقد بودند که 1000 سال دیگه هم خواهد گذشت و پس از 7000 سال کلن بساط عالم در نوردیده خواهد شد. رضا خیام میگفت ما جزو 7000 سالگانیم، فردا که از این دیر کهن در گذریم، با 7000 سالگان سر به سریم. و امثال از این تیدیا، یاد مرگ به طور کلی، ابر آمد و باز بر سر سبزه گریست، بی باده لاله‌گون نمی باید زیست، این سبزه که امروز تماشاگه ماست، تا سبزه خاک ما تماشاگه کیست. تنبه و تفتن به فنا موج میزنه در اشعار خیام که بسیار نکته درستی است. اما اینکه باید به طرب بگذاریم، خب پیشار پیاله را که شب بیگذرد، این قافله عمر عجب میگذرد، دریاب دمی که با طرب میگذرد، ساقی غم فردای حریفان چه خوری، پیشار پیاله را که شب میگذرد. و امثال اینها. ما چون بالاخره توی این فرهنگ بار اومدیم، هممون چند تا از رباعیات جناب خیام رو یا به یاد داریم یا اگه کسی بخونه برامون به یادمون میاد. میدونیم که چنین ابیات و اشعاری داره خیام. خب ببینید، یک
استفاده از اینکه جهان فانی است اینه که جهان رو رها کنیم، یه استفاده که تمام جهان بچسبیم، بگیم ما که دیگه فرصتی غیر از این نداریم، ما که بیش از یک بار به دنیا نمیایم. همین که خیام هم میگه، میگه اون تره که بدروند و دیگر رویت، میگه ما مثل تره نیستیم، که مثل سبزه نیستیم که دوباره از خاک بیرون بیایم. بله، ما یه بار از خاک سر برآوردیم و برای همیشه خاک خواهیم شد، لذا باید بیشترین استفاده را از این عمر بکنیم. دقیقاً حافظم چون خیامی است، حافظ خیلی خیاموار اشعارش، هم در این قصه فناپذیری عمر و هم در اینکه معمای هستی رو کسی نمیتونه حل بکنه. اینم از سخنان خیام فراوان است دیگه، کانان که مدبرن سرگردانن. حافظم تقریبا همینجور سخن میگه که فرصت شما صحبت که از این دوراه منزل چون بگذاریم دیگر نتوان به هم رسیدن. مصاحبت رو، کنار هم نشستن رو فرصت بشماری، چون دیگه هم دیگر رو نخواهیم. دانی که چیست دولت؟ دیدار یار دیدن. در کوی او گدایی و خواجگی گزیدن. بوسیدن لب یار اول ز دست مگذار، کآخر ملول گردی از دست و لب گزیدن. فرصت شمار صحبت که از این دوراه منزل چون بگذریم دیگر نتوان به هم رسیدن. خواهم شدن به بستان چون قنچه با دل تنگ، اونجا به نیک نامی پیراهنی دریدن. حافظ کلن از مرگ کمتر سخن گفته، اشاره به اینکه جهان چون یک جریان جاریست، یک رود جاریست در ابیاتش بیشتر دیده میشه. از قیامت چندان سخنی به میان نیاورده، برخلاف سعدی که خواهم گفت حدیث حول قیامت که گفت واعظ شهر، حکایتی است که از روزگار هجران گفت، به همین مقدار قیامت رو ذکر میکنه و از او رد میشه. میگه این که میگن قیامت روز هولناکی است، کنایه است از روزگار هجران. شما اینو از او بفهمید. از جهنم سخنی نگفته، از بهشت سخن چندانی نگفته. کلن جهان پس از مرگ از شعر حافظ غائب است. حافظ این جهان رو خار نمیدونست، این خیلی مهمه. خار نمیشه مرد و توصیه به خار شمردن هم نمی کرد. دقیقاً مهمانخانه میدانست این جهان رو که حالا که ما رو به ضیافت دعوت کردن بعد حق مهمانی رو ادا کنیم. شما رو به مهمانی دعوت کردن که نمیرو گوشه بنشید، بیاید سر سفره بشینید و از این پذیرایی لذت ببرید. من آدم بهشتی هم، اما در این سفر حالی اسیر عشق جوانان مهوشم. شیراز معدن لب لعل است و کان حسن، من جوهری مفلس از آن رو مشوشم. شهری است پر کرشمه و خوبان ز شش جهت، دستم تهی است ورنه خریدار هر ششم. از بس که چشم مست در این شهر دیدم، حقا که می نمیخورم اکنون و سرخوشم. میگفت که من مسافرم، مهمانم و حق مهمان بودن رو ادا میکنم و نمیگویم که این مسافرخونه فانی شونده است، من هم فانی شوندم، وطن واقعی من جای دیگری است، لذا اینجا رو سرسری بگذرانم. اصلا این رو نمیگفت. فرصت شمار صحبت، این فرصت شمردن خیلی مهمه که از این دوراه منزل. کلمه فرصت تو شعرهای حافظ خیلی زیاد به کار رفته و این نکته جالبی است، خیلی نکته جالبی است. از کران تا به کران لشکر ظلم است، ولی از ازل تا به ابد فرصت درویشان است. فرصتت باد که بس شعبده باز آمده. خودش هم فرصت شناس بود، فرصت شناس بود و توصیه به فرصت شناسی هم میکرد. لذا ببینید از کوتاه بودن عمر، از بیوفا دانستن جهان دو نتیجه متضاد میشه گرفت. یکی این که زندگی رو جدی بگیرید، یکی که زندگی رو جدی نگیرید. توجه میکنید این بهترین دلیل است برای اینکه به قول منطقی این از است باید در نمیاد. یعنی وقتی که شما میگید که فلان چیز چنین است، دو راه در مقابل شما میگذره. بذارید مثال بزنم براتون. وقتی که میگید فلان چیز یک
فلان ماده یک سم کشنده است. از این چه نتیجه میشه گرفت که این رو نخوریم و اینو بخوریم؟ هر دو نتیجه رو میشه. کسی که میخواد خودکشی کنه نتیجه میگیره باید بخوره. کسی که میخواد زندگی کنه نتیجه میگیره که نباید بخوره. از یه فکت نمیشه درآورد که چه باید. این همون یه اصطلاح منطقی است که میگویند که از است باید در نمیاد. یعنی شما هم که یه فکتی رو بیان کردید نمیتونید نتیجه بگیرید که در مقابل او چجوری باید عکس العمل نشون داد. این هم از سخن جناب حافظ و خیام ما. از مولوی هم چیزکی بگویم و سخنمون رو به پایان ببرم. مولانا خب مرد مردنگی برگندیشی است و من این رو در دروس مثنوی هم توضیح دادم که مرگندیشی یکی از ارکان تفکر بود و منتها اصلا در مرگندیشی دنبال این نیست که به ما بگوید جهان خاره با مقدار یا بی مقداره. برای انسان شناسی از او استفاده میکنه و اینکه نسبت آدمی با مرگ چگونه است. خلاصه حرفش اینه، میگوید اونهایی که این حادثه رو گوارا مییابند معناش این استش که میوه رسیده ای هستند. اونهایی که این حادثه رو ناگوار میشمارند معناش این است که هنوز خامن و هنوز کالن. این کالی و خامی یا رسیدگی هم ربطی به عمر طولانی یا عمر کوتاه نداره. کسی میتواند در جوانی پخته باشه، کسی میتواند در پیری هنوز ناپخته باشه. ای بسا ریش سیاه سپید و دل چو قیر، ای بسا ریش سیاه و دل چو شیر. میتواند ریش آدمی سپید باشه اما دلش سیاه باشه، میتونه ریشش سیاه باشه اما دلش سپید باشه. میتواند آدمی کهنسال باشه اما هنوز بچه باشه، خام باشه. میتواند آدمی جوان باشه اما به پختگی یک پیر. همه اینها ممکنه. مولانا میگوید که نسبتی که آدمی با مرگ داره نسبتی است که با خودش داره. از روی او، به تعبیر او، مرگ آینه آدمی است. میتواند خودش رو ببینه و خودش رو بشناسه. البته معتقد است که مردنی در کار نیست، ما از میان نمیریم، ما هستیم، ما ادامه پیدا میکنیم، بلکه منزل عوض میکنیم، بلکه یک ماسکی رو بر ما زدن، این ماسک رو فرو میافکنیم، تازه اوریان میشیم، تازه حقیقت ما ظاهرتر میشه، تازه آماده تر میشویم برای ورود به مراحل دیگر زندگی و فراوانتر از اینها. اما اونچه که در این جهان از او میخواد نتیجه بگیره همینه. نعمت دنیا رو هم تحقیر نمیکنه. این مثال خیلی خوب مولانا که من بهتر از او ندیدم، میگوید که آب در کشتی هلاک کشتی است، آب در بیرون کشتی پشتی است. نسبت آدمی رو با نعمتهای دنیا این چنین تصویر میکنه. میگه نعمتهای دنیا مثل آب دریاست، ما روی آب سواریم، باید هم سوار بشیم روی آب، کشتیمون در خشکی راه نمیره. اما وای به وقتی که این کشتی سوراخ بشه، آب وارد کشتی بشه، اون موقع کشتی غرق خواهد شد. آب در کشتی هلاک کشتی است، آب در بیرون کشتی پشتی است. این مال دنیا، تمام آنچه که ما دنیا میشماریم، اگر قلب شما رو تسخیر نکنه، اگر ظرفیت شما رو پر نکنه، در حد و سایز خودش بمانه و شما به او تکیه کنی، مثل کشتی که بر آب تکیه بکنه که حرکت کنی و به پیش بری، بسیار هم عالی است. این دریا اگه خشک بشه حرکت شما هم متوقف میشه. اما وای به وقتی که کشتی سوراخ بشه و همین آبی که پشتیبان شما بود موجب هلاک شما خواهد شد. نسبتش رو با خودتون باید به خوبی حفظ بکنید. مردن هم وقتی است که آب وارد کشتی میشه که ناگزیر یه روزی میشه و در اونجاست که خب آدمی که به قول او پخته است و رسیده است و از درخت این جهان میفته شیرین و آب داره، اما اونی که خامه خب باید فکر آینده خودش باشه. بسیار خوب، بذارید در پایان سخن، چون که به هر حال تلخی‌هایی هم گفتیم، من یک دو غزل خوب از سعدی براتون بخونم
سعدی خیلی فکر قیامت هم بود، گفتم در حافظ نیست. سعدی قصه های عاشقانه خودش رو هم با معشوقش با رستاخیز و با قیامت می آمیزه. یکی در اون غزل لطیفی است که میگوید که اون که هلاک من همی خواهد و من سلامتش، هر چه کند به شاهدی کس نکند ملامتش. باغ تفرج است و پس میوه نمی دهد به کس، جز به نظر نمی رسد نخل بلند قامتش. حالا این بیت، کاش که در قیامتش بار دیگر بدیدمی، کانچه بود گناه او من بکشم غرامتش. ببینید چجوری این نسبت عاشقانه رو تصویر میکنه. میگه این دنیا که خب تمام شد، دست ما به دامن تو نرسید، من برای اینکه نشان بدم که عاشق وفادار تو هم، هلاک تو هم، حاضرم روز قیامت گناه های تو رو به دوش بگیرم. کاش که در قیامتش، گفتم این تصویرها و تمثیلها در حافظ وجود داره، چرا اصلا بحث قیامتی نیست، ولی سعدی دامنه عاشقی رو تا به قیامت میکشونه. کاش که در قیامتش بار دیگر بدیدمی، کانچه بود گناه او من بکشم غرامتش. یک غزل لطیف دیگری هم داره اونجا که میگوید سفر نیازمندان قدم خطا نباشد، نظر خدای بینان ز سر هوا نباشد. همه وقت عارفان را نظر است و عامیان را نظری معاف دارند و دوم روا نباشد. به نسیم صبح باید که نبات زنده باشی، نه جماد مرده، کان را خبر از سبا نباشد. و بعد، حالا تو خود از کدام شهری که ز دوستان نپرسی، مگرن در اون ولایت که تویی وفا نباشد. اگرم تو خون بریزی به قیامتت نگیرم، که میان دوستان این همه ماجرا نباشد. نه حریف مهربان است حریف سست پیمان، که به روز تیر باران سپر بلا نباشد. و سلام علیکم. خیلی متشکر. میشتم خوام خودم رو کرکت کنم. شما مثال هایی زدین و یک مخالفتی با نظر جناب سعدی کردین که جوری که مطرح کرده تو اشعارش که میگه که یعنی این دنیا رو باید کنار گذاشت. من جای دیگه یادم فکر کنم تو سخنرانی های خودتون شاید اشتباه کنم، شما من رو کرکت کنین، که غزالی رو با سعدی مقایسه کردین و گفتین که غزالی خب درویش مسلک تر بود و معتقد بود کسی که درویشانه زندگی میکنه اخلاقی تر زندگی میکنه. شاعری که متقابل این بود فکر میکنم سعدی بود، اگه اشتباه میکنم کرکت نکنید، که گفتین که سعدی معتقد بود زندگی توانگری باید داشت چون آدم توانگر اخلاقی تر زندگی میکنه. این دوتا رو چجوری میشه مقایسه که اگه من اشتباه نکرده باشم؟ نه کاملا درست میگید. سعدی در بوستان، بله کاملا درست میگید، اونجا که بیان سعدی، جدال سعدی با مدعی در بیان توانگری، مدعی همون درویشی بود که بر توانگران شنعت میزد و سعدی که به قول خودش پرورده نعمت بزرگان بود با او در افتاد و در پیچید و به او گفت که به طور کلی درویش نبودن زندگی اخلاقی تری رو بر اختیار آدمی میگذاره. ببینید اونجا سعدی، یعنی من چنین برداشت میکنم برای اینکه کلماتش با هم متناقض از آب در نیاد، غرضش یک نوع درویشی کاملا استخوان سوز و استخوان شکن است، یعنی به طور کلی جهان رو رها کردن، از کمترین حد کفاف و نیاز خود رو برخوردار نکردن و در فقر مطلق زیستن، اونطوری که ادعای اون مدعی بود. البته این رو فرو می نهد و می شکند و میگه نه، این اندیشه درستی و فلسفه درستی برای زندگی کردن نیست. غنی هم می تواند زندگی اخلاقی داشته باشه، توانگر هم می تواند با توانگری خودش خدا پسندانه زندگی بکنه. در اینجا در حقیقت از مرگ میخواد نتیجه‌ای که بگیره به توانگران نهیب بزنه که پاتون رو از دایره خدمت و از دایره پارسایی بیرون نبرید، شما رو غافل نکنه. اما گاهی همونطوری که شأن یک شاعر مبالغه میکنه و من میخواستم که این مبالغه ها و این تیزی هاش رو بگیرم و بگویم که اولا یادآوری شما خیلی به جا
زندگی توانگرانه هم میتواند زندگی پارسایانهی باشه و لازم نیست حتما زهد و تعشف خشکی باشه. ثانیاً اون افراط رو هم باید زدود. ثالثاً جنبه های اجتماعی امر که چندان در اقوال این بزرگان ظاهر نیست، خواستم اون رو هم من برجسته کنم. خیلی ممنون.